همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا با من در استودیو همراه تو گفتگوی داشته باشیم در همین رابطه. میشه گفت که جمهوری اسلامی به حدی از نتیجه مذاکرات ناامید شده که خودش رو برای جنگ احتمالی با اسرائیل داره آماده میکنه؟ این مذاکرات یه ضلعی داره که در واقع بسط مذاکرات نیست و اونم اسرائیله. جمهوری اسلامی به چیزی اشاره میکنه برای پیشبرد مذاکراتش، ازش برگ برنده حرف میزنه یا اهرام فشار، یعنی اینکه این ظرفیت قرنسازی رو به حدی بالا میبره که توی مذاکرات به عنوان برگ برندهش باشه. اما ضلع بیرونی این مذاکرات که اسرائیل باشه، این برگ برنده در واقع این نظام رو تهدید خودش تلقی میکنه، یعنی تا یه جایی تحمل میکنه. و همین خاطر به نظر میاد که در واقع جمهوری اسلامی نه فقط از نتیجه مذاکرات خیلی حال امیدوار بهش نیست، بلکه حتی در خلال مذاکرات هم ممکنه که این به حدی خطرناک بره جلو که در واقع این طاقت اسرائیلیا طاق بشه و پیش از آن که مذاکرات به جایی برسه یک حمله پیشدستانه بکنن به تاسیسات اتمی ایران. خب سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده که با طرف آمریکایی پیام‌هایی رو رد و بدل کرده. آیا این اتفاق رو میشه نشونه مثبت دونست برای پیشرفت مذاکرات؟ این گفتگوی مستقیم در هر صورت اتفاق خوبیه، اما در این مورد خاص نه. در واقع سه روز پیش بود فکر می‌کنم آقای سالیوان اشاره کرده بود به این پیام، چند روز هم در رسانه‌های ایران بهش پرداخته شد. امروز آقای خطیب‌زاده به بی اهمیت‌ترین قسمت ماجرا پاسخ داده، اینکه حالا اونا از طریق آقای انریکه مراد پیام دادن یا ما پیشون پاسخ سعی دادیم. بخش مهم این پیام در واقع تهدیدی بود که آمریکایی‌ها کرده بودن. آقای سالیوان میگه ما به ایرانی‌ها گفتیم که اگر به توافق باز نگردن چه چیز در انتظار خواهد بود. چیزی که توی این پیام مهمه اینه که ما میتونیم نتیجه‌گیری بکنیم که همه اتفاقات چند روز اخیر به همین پیام مرتبطه. این اطلاعیه که در واقع شورای عالی امنیت ملی صادر کرد که در اون اطلاعیه گفته شد که ما به تهدید اسرائیلی‌ها پاسخ میدیم، احتمالاً همون چیزی هست که آقای سالیوان به طرف ایرانی گفته. و این حتی مانوری که الان داره برگزار میشه به تبع همین چیزهایی هست که گفته شده. من فکر می‌کنم آقای سالیوان به خوبی تشریح کرده برای طرف ایرانی که اگر شما به توافق برنگردید، اسرائیلی‌ها صبر نخواهند تا که شما چند ماه دیگه مذاکرات رو کش بدین و پیش از آن که در واقع حتی این گفتگوها به جایی برسه، یعنی حتی کش هم پیدا بکنه، احتمالاً اسرائیلی‌ها پیش دستانه حمله خواهند کرد. ممنونم از شما.